سلام آقا، خوبین، خوشین، سلامتین، روبراین. من با یه روبه شمای دیگه اومدم خدمتون و یعنی یک کمدی مصوری اینجا بود، اگر کسی بود که یک دوربین پشت صحنه داشت، برای اینکه من الان بشینم اینجا این ویدیو و این فیلم رو تهیه بکنم. یعنی قشنگ پت و دوباره پت، یالو پت اومد در یک آدم. یعنی صدا رو 100 بار گرفتم، ولی با 100 در نمیارم. صدا چجوری بود؟ با میکروفون چیز گرفتم، نشد. با صدای خودش در دور بود. بعد میخواستم نیام اینجا به میکروفون یقه‌ای نرسم، دوباره آخر سر همه کارا رو کردم و برگشتم. حالا این بماند. اینکه الان این دوربین و فلان اینا رو ست کردم و نورم الان نمیدونم که اوکی هست یا نیست، یه وقت زیادی نباشه کم باشه اینا. آقا دیگه خلاصه به بزرگی خودتون ببخشین. من میخواستم یه چیز بکنم، چی میگن Q&A احتمالا میگن بهش دیگه، اصطلاحا یوتیوبرها میکنن، بلاگرها میکنن، گفتم یه سوالی از من بپرسین من جواب بدم. و راستش بهتون بگم، precisely اگر بخوام بهتون بگم، یه چیزی نزدیک 300 تا سوال، بیشتر نیست. یعنی فکر نکنید مثلا چند هزار نفر سوال پرسیدین. اون استوری رو که گذاشتم حدود مثلا 90 هزار نفر دیدن، از این 90 هزار نفر 300 نفر سوال پرسیدن. حالا یه ذره بیشتر از 300 نفر فکر کنم، ولی دیگه حالا میگیم تقریبا 300 نفر. از این 300 تا انقدر سوال تکراری توش زیاده که من سعی میکنم اون سوالای تکراری هم جواب بدم. یه چند تا سوالم همینجوری به صورت رندوم همه‌رم من این تو دارم. سوالی که خیلی تکرار شده، فضولی ها، اما برام سوال، جدایی برات با وجود بچه‌ها سخت نیست؟ راستش بهتون میگم کلن پروسه جدایی که پروسه راحتی نیست، یعنی بالاخره سخته، مشکلات خودش رو هم داره. اصلا تصمیم به جدایی گرفتن خودش یک تصمیم مهمیه. همه تصمیمات مهم در زندگی سختن، مشکلن، راحت نیستن، ولی اونقدرام نه. بالاخره اگه آدم بخواد کار صحیح رو انجام بده از نظر خودش، فکر میکنم که یه مقدار خیلی زیادی بارش کم میکنه. راستش بهتون میگم الان اوکیه و بچه هم اینکه این موضوع دریافتن و خوبن و اینا. اون چی که مهمه اینه که من اوکیم به عنوان یک طرف داستان. شبنم اوکیه، امیدوارم به نظر میاد که اوکیه به عنوان یک طرف داستان. و هم من و هم شبنم تمام تلاش میکنیم که بچه همون اوکی باشن. بچه هم اوکی هن، یعنی حالا بچه ها دو تا خونه دارن، دو تا اتاق دارن، بعد دو تا سینگل پرنت دارن. خلاصه به نظرم نه، همشه اوکی. من که هیچ موضوع خالی چیزی ندارم. حیوان خانگی گرفتین یا نه؟ آقا این حیوان خانگی که توضیح دادم خدمتتون، نه حیوان خانگی نگرفتم. این نئو به نوعی برادرزاده بنده به حساب میاد، پسر راویه و قرارم نبود اینجا پیش من باشه. چقدر عذاب وجدان خدا وکیل به من دادیم که چقدر با این بچه بد میکنیم. من باورم شده بود که اصلا هیچ دیگه، من حیوان آزارم، ولی آقا قرار نبود یه مرتبه شد و منم با کمال میل گفتم آقا بیارش بچه رو، ولی بالاخره حال من خیلی آدم مثلا عادت به سگ و اینا ندارم دیگه، یه طوری سگ، من آدم گربم بیشتر. این حیوانی که خیلی بهت بچسبه و مثلا هی ازت آف مکسم کایت بخواد، هی توجه بخواد، هی لیست بزنه، علارغم خواستن لیست بزنه تو چش و سوراخ دماغ و دهن و همه جا تو لیست بزنه و هی هم بهش بگی نکن دوباره بیا. سگا یه مقداری بو میدن به نظر من. موی سگا به شدت میریزه، خیلی چیزن، هر جایی که میری تو خونه دنبالت میان، یعنی از این اتاق به اون اتاق، از این اتاق، هر بار بلند میشی بلند میشه، میشینی میشینی، انگار هیچ کاری نداره غیر از اینکه مراقب تو باشه، تو رو ببینه چیکار میکنی. و بعد شب 100 بار میری تو اتاقت میاد، یه شب درو بستم که دیگه تو اتاق نیاد، پشت در تا صبح زوزه میکشید بچه. خلاصه خوراکش عذاب وجدان دادنه که چرا من کم توجه میکنی، بیشتر از حدم که بهش توجه میکنی، دوباره سختته. یعنی که من احساس کردم سگ سگ برای من نیست. خیلی هم باحال سگ، مثلا من نئو رو عاشقش هم، دوستش هم دارم تا زمانی که پسر راویه و بعد همه زحمات چوب میکشه، من فقط گهگداری باش بازی میکنم. این 3-4 روزی هم که اینجا بود تجربه خوبی بود. فقط اینکه صبح به صبح بلند شو ببرش بیرون دستشویی، دوباره شب ببرش. و بعد ما خیلی هم با هم نرفتیم راه بریم، ولی مثلا اگر قرار بود سگ من بود کاملا، خب بعد براش مثلا روزی 1-2 ساعت هم وقت میذاشتم ببرمش بیرون. و بعد
بیرون رفتن با نمو بالاخره بازیگوشه دیگه، اینجا رو جیش بکنه، اونجا رو نمایش بذاره، اونجا رو علامت بذاره، نمیدونم مغزه باشه گربه ها نزننش، برای گربه ها خط نشون نکشه، گربه های استانبول هم پر روان، سگ بزرگای وقت نیان سر آقاش، خلاصه خیلی کاره قشنگ کاره. اینه که نه حیوان خانگی ندارم، اگرم داشته باشم خیلی دوست دارم یه گربه داشته باشم، چون واقعا دلم برای برکه تنگ میشه و بعدم کاری باهات نداره دیگه، یه گوشه واسه خودش ولوه، هر وقت حال بکنه میاد سراغت، خیلی التماسش بکنی تو هم بخوای میاد، ولی خودش هر وقت حال بکنه میاد و یه نازی میکنه و میره. به نظر من برای من جالب تره، میتونم مدت زمانی طولانی تری خونه تنها باشم، اینم نه که فکر کنین چند روز بذاری باشه، نه، ولی یکی دو روزو میتونه بمونه. بعدم اینکه شما رژیم غذایی خاصی دارین، چون حتی وقتی برای مدت ورزش نمی کنید همچنان هیکل خوبی دارین. این که میگی من هیکلم خوبه، دمتون گرم، مرسی، خودم اینجوری فکر نمی کنم. بعد رژیم غذایی خاصی راستش بهتون میگم ندارم، یعنی من بد غذاترین آدم تو رفقام هم، حتی اونایی که ورزش نمی کنن. تنها شانسی که دارم اهل الکل نیستم و الا بوف، عاشق بستنی هم، نوشابم نمی کنم، البته نوشابم نمی کنم، ولی نه من اتفاقا اصلا ورزش میکنم که غذا بخورم. بعد من بی ورزش ترین حالت ممکنه من باز همیشه یه ذره ورزش توش هست، مثلا دیگه حالا 100 تا دونه برپی در حقیقت یه گوشه میتونم در روز برم که خیلی بی ورزش نباشم، ولی من کلا اهل رژیم نیستم. حتی اون موقعی هم که به صورت حرفه‌ای ورزش میکردم خدا رو شکر همیشه فقط مراقب غذا خوردنم بودم. این که بگن صبح ساعت 8 صبح اینو بخور، 9 صبح اینو بخور، با پویان بدن خوبای برنامه رفتم دو هفته‌ای و بعد برای من کافی بود. اصلا کلا من نیستم اهل رژیم، ولی وقتی میخوام وزنمو کم بکنم مراقب غذا خوردنم هستم، مثلا شیرینی و اینا رو کم میکنم، قند رو کم میکنم، و الا رژیم به نظر من زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونه که بخوای زیر بار رژیم بریم. نه هنوز نماز میخونیم؟ آره هنوز نماز میخونم. بعد عرض کنم به حضورتون که نماز رو بنا به دلایل شخصی میخونم. والا بنده، والا من کلا شخصا دینم رو نه از خامنه ای گرفتم نه از آخونده گرفتم که حالا مثلا اینا گوز و عذاب در اومدن مثلا حالا ما دیگه نمازم نخونیم. یعنی من خودم رو میگم نماز برای من بحث دیسیپلینه، بحث یک عبارت مثلا نشون دادن بندگی به خداست، برای خودم، فقط برای شخص خودم، و اینکه مقیدم به اینکه این کار رو به صورت روزانه انجام بدم و اجازه ندم که قضا بشه یا اگر قضا شد قضاش رو ادا بکنم، یه دیسیپلین شخصی هم برای خودم محسوب بشه. و من کلا اساسا دوست دارم، اصلا اکثر ورزشکارا این مدل دیسیپلینا رو دوست دارن، حالا نه لزوما نماز رو، ولی اینکه به یک چیزی مقید باشن در زندگیشون و یه حالی بهم میده دیگه، حتی هر چند کوتاه، ولی یه احساس رضایت شخصی ازش دارم. اینکه حالا اصلا اسلام چیز خوبیه یا بدیه یا هر چیزی هست دیگه، اون یه موضوع مطلب دیگری است. و اون چیزی که حالا اصلا من بهش میگم اسلام و اون نوع مسلمونی که من هستم، که از نظر اکثر مسلمانای یا اکثر این حزب اللهی حداقل بیشتر شبیه به کفر تا حالا اسلام، یعنی من از نظر اونها که یک مسلمان نیستم و اصلا حالا من خودم نمیدونم چی ام، من همینی ام که هستم، خیلی هم باحال میکنم و میگم آن اعتقادی که من دارم اون هدیه خامنه ای به من نبودی که حالا مثلا به خاطر رفتار ناشایست او من فکر کنم که اینم خراب شده و این حرفا. خلاصه اینم از این. بعد همه میپرسین، یعنی هم مثلا باور کن 40 نفر پرسیدن پشیمون نیستی از جدایی؟ و بعد چرا باید واقعا پشیمون باشم؟ نمیفهمم، یعنی بالاخره اصلا حال نه جدایی، ازدواج، نه ازدواج، نمیدونم خریدن یه داستانی، شروع کردن یه بیزنسی، شروع کردن یه کاری، آقا اصلا پشیمونی در زندگی، من خودم شخصا هیچ وقت از شروع هیچ کاری پشیمون نیستم و حتی اگر کار اشتباهی بوده باشه، به لحاظ اینکه خب یک درسی لااقل برام داشته. البته نه هیچ چیزها، اگر مثلا یه تصمیمی گرفته باشم که یک ضرر جبران ناپذیری به کسی زده باشه، چرا از اون احساس ندامت میکنم قطعا، که مثلا آقا من چرا تصادف کردم، مثلا میتونستم مراقب باشم، چرا فلان کارو خراب کردم مثلا اینا. ولی در تصمیم گیری های زندگیم که مثلا روند زندگیمو ساخته و باعث شده اون آدمی باشم که الان هستم، نه، تصمیم اشتباهی نگرفتم، چرا زیاد گرفتم،
پشیمونم، نه راستشو بهتون بگم، یعنی اگر میدونستم که نجاشی میشه شاید نمیکردم، ولی الان میدونم دیگه، الان حداقلش اینه که تجربهشو کردم و دارم. ولی مدت زمان زیادی نیستش که جدا شدیم و البته خیلی هم به این موضوع فکر کردیم، من خیلی بهش فکر کردم. الان راستشو بهتون میگم از این زندگی خیلی راضیم، خیلی خوشحالم و خب اینکه خوشحالم، نه اینکه آره وای چقدر زندگی قدیمم بد بوده از شوهر بودم، نه اینجوری تفسیر نکنید، نه خوشحالم، یعنی الان اختیار زندگیم به صورت کامل در اختیار خودمه و بعد من به این نوع از زندگی باهاش اصلا غریبه نیستم، یعنی من از 16 سالگی تنها زندگی کردم تا 33 سالگی با شبنم آشنا شدم و کاملا با این نحوه زندگی آشنا بودم، خیلی هم باش حال میکردم از قدیم و من فکر میکنم اون آدمی که کلن توی سینگلیش حال نکنه توی زندگی مجردش هم احتمالا حال نمیکنه، یا بالعکس. کلن حال کردن در زندگی یک هنره، حالا مهم نیستش که سینگل باشه آدم، مهم نیستش که متأهل باشه یا اینا، یعنی این مهمه که آدم لذت بردن از زندگی رو باز باشه برای اینکه از زندگی لذت ببره دیگه، حال بکنه با زندگی. و بعد ما مدت زمانی زیادی هم نیستش جدا شدیم که حالا مثلا هی این سوال از ما پرسیده میشه، من اوکی هم و عرض کنم خدمتون که تو رو خدا اینقدر نپرسین، اینقدر هی وقتی آدم رو میبینین سعی نکنین آدم رو نصیحت بکنین، یعنی دو تا آدم بزرگ در دهه 44 زندگی، 50 زندگیشون در حقیقت یک تصمیم گرفتن و بعد اینکه آدم رو فکر میکنن که مثلا با وجود اینکه اطلاعات بسیار کمی در رابطه با زندگی دو نفر دارن، اصلا نمیدونن اینا با هم چه مشکلاتی داشتن، از کجا شروع شده، چی بوده داستان، اصلا قضیه از چه قرار بوده، فقط چون توی یک قاب قشنگی دیده میشدن به خودشون اجازه میدن که بیان جلو و بعد بگن که نه ببخشید همدیگه رو ول کنید. اخیراً اون خانم همسایه‌مون که روبروی خونه ما زندگی می‌کنه امروز دوباره رفتم بچه‌ها رو به شبنم بدم، با اون زبون ترکی منو کشونده کنار و میگه من رفتم برگشتم، رفتی عذرخواهی کردی یا بعد من همینجوری نگاهش می‌کنم میگم خانم فازت چیه، نمی‌دونم چی بگم. و اینم خواهش می‌کنم در برنامه‌تون داشته باشین، کلا با دیگران که برخورد می‌کنین، یعنی وقتی اینقدر به من میگین مطمئناً به شبنم میگین، با آدمای اطرافتون چه می‌کنین؟ اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، یعنی آدمای اطرافتون مدام همش، بعد خیلی جالبه من همش میبینم که یه نفر که ازدواج میکنه هر کی بهش میرسه میگه پشیمون نیستی، یعنی کلا آدما هی میخوان ببینن که کرم کون دارن، ببینن آقا تو از کردت پشیمون نیستی، ازدواج که میکنی میگه پشیمون نیستی، زن گرفتی، طلاق که میگیری پشیمون نیستی، بچه دار میشی پشیمون نیستی. 40 تا این از این سوال پرسید. آقا چرا مادر و پدرتون نمیان دیدنتون؟ اگه فضولی نیست لطفا جواب بدین. نه داداش شکرتیم. آقا چرا نمیان؟ پدر مادر چرا نمیان؟ پدرم که خب میدونم که نمیان. هیچ. مادرم هم امیدوار بودم که بیان. ولی اینکه چرا نمیان نمیدونم چی بگم حالا. نمیان دیگه. آقا اعضای خانواده چرا نمیان منو ببینین؟ چی بگم؟ دلیل خاصی فکر نمی کنم وجود داشته باشه، ولی نمیان، نیومدن تا الان که نیومدن و حالا امیدوارم که بیان، قلمشون رو چشم بلسه، من که خیلی خوشحال میشم، خیلی 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 خوشحال میشم. یه سوال دیگه که مثلا شاید 30-40 نفر پرسیدین، یه دونشو به عنوان نماینده میخونم. میگه جسارتاً منبع درآمدتون در ترکیه از کجاست؟ چون اکثراً خونه هستید یا مشغول ورزش؟ یک بار بگم اینو، دلتای چند باری دیگه هم گفتم دیگه، آقا من عرض کنم خدمتتون که یک شرکتی دارم که کار املاک میکنم در استانبول، کار املاک و جز وظایفی که برای شرکت تعیین کردم برگزاری ایونت هم هست که دولا ایونت برگزار نکردم، ملک فروختم، چند تایی فروختم، عرض کنم خدمتتون که کمم حالا خیلی نفروختم، ملک زیاد فروختم توی این یک سال و نیم اخیر، دو سال اخیر، و درآمد من از این راهه که البته الان وضعیت بازار ملک هم بسیار خراب شده و متعاقبا وضعیت اقتصادی من هم این مقداری تغییر کرده، به همین خاطر الان منم تو یوتیوب و خیلی جدی و بعد اصلا کلا کار ملک کاری که انجام میدم، دفتر و دستگاه و فلان زندگیه، ولی که من کلا خودم خیلی علاقه دارم همیشه تو مدیا باشم و به همین خاطر اومدم خیلی جدی یوتیوب رو شروع کردم و روی مثلا حمایت شما حساب کردم، دمتون گرم تا الان پشتم بودین و اینا،
اگه همین الان دارین ویدیو نگاه میکنین، شما یکی از اونایین، دمتون گرم، بوس به کلتون. و عرض کردم خدمتتون که دوست دارم این رو چیز بکنم، مثلا یکی دو تا پیشنهاد دارم از یکی دو تا شبکه تلویزیونی که در حال شکل گیرن که مثلا یه برنامه تاک شو چیزی مثلا درست بکنیم که بونم دارم فکر میکنم. و من در حال حاضر یکی از لایو اینستاگرام که مردم بج میخرن برام که دمشون هم گرم، منو یه جوری حمایت میکنن، توی اینستاگرام سابسکرایبم میکنن اینا تماما، یعنی الان کسانی که من سابسکرایب میکنن، من فعلا ویدیو اضافه براشون تولید نمیکنم، ولی که منو حمایت میکنن دیگه، این قصدشون اینه که من حمایت بکنن که من بتونم محتوای بهتری تولید بکنم. و بعدم یوتیوب و بعدم فروش ملک در استانبول، این نحوه زندگی منه. اگرم میبینید که من اکثر اوقات در خونم یا در حال ورزشم، خب چون من وقتی خونم یا تو ورزشم بهتون براتون استوری میذارم، وقتی بیرون دنبال کارم میبرم و میرم اتفاق جذابی نمیافته که براتون استوری بذارم. اینه که مثلا اگر توی یه روز شما 6 تا استوری از من میبینین، 2 تاش در حال ورزش کردن، 3 تاش با بچه‌ها میکشم دارم چه میدونم یه کافه تو خونه میخورم، این همه روز زندگی من نیست دیگه، این خیلی واضحه و طبیعیه. پس دیگه آقا فهمیدی من شغلم چی دیگه، ان شاء الله محل درآمدم از چیه؟ بازم میپرسین، هزار بار میپرسین، من میدونم، میدونم میپرسین. بعد دوباره دلت برای شبنم تنگ نمیشه؟ چرا باید دلم برای شبنم تنگ شه؟ شبنم 2 تا کوچه اونورتر زندگی میکنه، ما به صورت تقریبا روزانه حداقل 1 روز در میون با هم صحبت میکنیم، مدام همدیگر میبینیم، و چه دلیلی داره که دلم برای هم تنگ شه وقتی که همش با هم کانستنتلی در ارتباطیم و به واسطه بچه هامون هم ارتباطمون نزدیکه دیگه، تنگ و تنگ در حقیقت. و خدمتتون عرض بکنم که نه، ولی اینم هی بچه‌ها ازم میپرسن. یه سوال خیلی سخت. میگه where do you see yourself in 1, 5, or 10 years؟ میگه سال آینده، 5 سال آینده و 10 سال آینده خودت رو کجا میدونی؟ و این اون چیزه که خیلی برای من سخته، راستش بهتون میگم. من کلن از این مدل های آینده نگری طولانی و اینا در رابطه با خودم و بچه هم خیلی برام سخته. مثلا باش فکر میکنم که مثلا نیوان رو تصور بکنم که مثلا بزرگی چه شکلی میشه، نمیتونم. دلوان مثلا وقتی 17-18 سال شده چه شکلیه، نمیتونم. هر چی زور میزنم نمیتونم. 100 تا تصویر مختلف به تو ذهنم. و اینکه الان من یه سری برنامه هایی برای خودم دارم و امیدوارم که اون برنامه ها رو بتونم مثلا ادامه بدم. من امیدوارم که 5 سال دیگه در یک شبکه تلویزیونی یا یک شبکه میدیایی خیلی قوی یه تاک شو مثلا فارسی زبان دارم و دارم در رابطه با موضوعات فرهنگی مثلا و اون داستانهایی که فکر میکنم مهمه صحبت میکنم، کاری که همین الانم دارم در یک مقیاس کوچیکتری در میدیای کوچیک خودم انجام میدم. این برنامه‌ای که دارم و دارم تلاش میکنم که این رو بست بدم. بعد خدمتتون عرض بکنم که نیوان دیوان ازتون نپرسیدن که چرا از هم جدا هستین، چرا اخیراً ازم یکی 2 مرتبه پرسیدن، با براشون توضیح دادیم که یعنی من حالا شبنم نمیدونم، شبنم قطعاً ازش احتمالاً پرسیدن، ولی نیوان و دلوان مثلا از من پرسیدن که دیگه ما چرا با هم نیستیم. ما من بهشون گفتم که دیگه دادی و نانا با هم زندگی نمیکنن، اولش 2 تا خونه داریم و بعد اینجوری بهتره و اونا هم پذیرفتن اوکی ان و میدونن که دیگه پدر و مادرشون با هم نیستن، ولی که اون چیزی که مهمه مطمئنن و میدونن که ما همدیگر دوست داریم و میدونن که این یک خانواده است. یعنی همین امروز یا دیروز دلوان بهم گفت دادی تو بستی، یعنی you're the best، best دیگه، بهترین. بعد گفتم که تو بستی، بعد یه نیوان نگاهم کرد گفتم نیوانم بسته، بعد یو نیوان گفت پس نعنا چی؟ گفتم خب نعنام بسته. گفت برکه چی؟ گفتم برکه هم بسته. گفت ما 5 تا بستیم. گفتم آره ما 5 تا بستیم، ما بهتریم. و راستش بهتون بگم این شکلیه. یه بارم نیوان از من پرسید که دلی همه، نمیدونم اینو توی روبه شما قبلی گفتم، اینا از من پرسید که دلی همه آدما وایف دارن. گفتم که نه، همه آدما که وایف ندارن، خیلی از مردا وایف دارن، خیلی از زنا هم هازبند دارن. منظورت همسر احتمالاً میخوای بگی؟
آره گفتم و همه اکثر آدم ها همسر دارن، پارتنر دارن. بعد گفت نانا وایف تو بود هست. گفتم نانا وایف من بود ولی الان دیگه نیست. گفت الان چرا نیست؟ گفتم برای اینکه ما دیدیم که به این نتیجه رسیدیم که دیگه نمیتونیم همسر برای هم باشیم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه خیلی از چیزای اخلاقیمون به هم نمیخورد، مثلا با هم توافق نظر نداشتیم خیلی از موضوعات و اینا. گفت اوکی، خیلی به همین راحتی. و گفتم که ولی الان میدونی که دیگه هم من دوستت دارم، هم نانا دوستت داره، شما آرومای خانواده. گفت آره همه اینا رو میدونم. این تنها باری بوده که نیوان این از من پرسید و دلوان فکر میکنم که دلوانم میشنید، ولی دلوان خیلی کوچیک بود. حالا هر وقت که جدیتر بیان سراغ من و این سوال از من بپرسن، مثلا من بیشتر براشون توضیح میدم، باشون صحبت میکنم. تو خواب من چی کار میکردی؟ چقدرم خجالت کشیدم. بلا من نمیدم تو خواب چی کار میکردم، ولی What the hell؟ تا به حال چه حرف یا سوالی از فالوئراتون خیلی اذیتتون کرده؟ یکی اینکه منبع درآمدتون از کجاست؟ یکی اینکه جدا چرا جدا شدین؟ بعد دلیل جداییتون چیه؟ ممکنه دلیل ممکنه دلیل جداییتون رو بدونم؟ یعنی میخواد قشنگ من مثلا بشینم براش گاسب بشینم بگم بیا با هم تخمه بشکنیم، من بهت بگم بیا بهت بگم مادر این زن با من چه کرد؟ آخ 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 آخ. احتمالا شبنم بری بشین مثلا بگی بیا بگم این پسره چه پدری از من در آورد مثلا. یعنی چی که دلیل جداییتون چیه مثلا؟ و بعد همش همه دنبال یک دلیلی میگردن که هیجان هم داشته باشه. مثلا میگیم یکی به یکی خیانت کرد، یکی رو زد، نمیدونم یکی فلان کرد، تقصیر مادر شوهرم بود، تقصیر نمیدونم فلانی بود، تقصیر این یکی بود. یعنی خیلی عجیبه واقعا این سواله که پرسیده میشه. و بعدم اینکه یکی اینکه میگم درآمدت از کجاست و دیگه چرا ترکیه و چرا آلمان نه؟ این سوالی که رابرا ازم پرسیده میشه. اخیران هم که پشیمون نیستین، نمیدونم نمیخواییم برگردین از این سوال ها دیگه. بیا علت اصلی جداییتون از مامزی، یعنی واقعا سیما جان من نمیدونم فازت چیه. خب میگه از نظر ظاهری دوست داری پارتنر چه ویژگی داشته باشه؟ آقا من انقدر، شما احتمالا اینجورین، من انقدر سلیقم وسط و مثلا وسیعه، نمیدونم مثلا من پارتنر چشم بادومی داشتم، پارتنر با پوست خیلی تیره داشتم، پارتنر بلاند مثل شیر برنج داشتم، قد بلند، قد کوتاه، موی مشکی، موی قرمز، موی زرد، موی یعنی کاپ مثلا ب با کاپ دابل د. زیبایی رو کلن احتمالا شما اینجوری، من که زیبایی رو در یک چیز خاص نمیبینم. مثلا مزرعه نیستم که مثلا بگم فلان نوع مو دل منو میبره، نه باید همه چیز به هم بیاد دیگه. ولی خب من به زیبایی ظاهری قطعا خیلی خیلی اهمیت میدم، به اضافه اون اخلاق و خلق و خو و عادات و اندام و لایف استایل و نحوه زندگی، این چیزایی که همجوری میتونی ببینی به رو دیگه، خیلی رو باشه. مثلا اینه که ندارم دروش تایپ خاصی ندارم، مثلا بگم من عاشق اینم یا عاشق اونم یا از این با این پرسایس مثلا تیپ خیلی حال میکنم. میگه شما اهل فوش دادن و حرف زشت نبودین، چرا جدیدن زیاد کلمات زشت به کار میبرین؟ بالا من همیشه بیت آدم خیلی، من از آدم مؤدبی نیستم، فقط به نظر بعضی ها میاد که من مؤدبم، چون گاهی اوقات لفظ قلم صحبت میکنم مثلا، یا مثلا بعضی ها که در دایرکت مثلا به این فحاشی میکنن مثلا فوششون نمیدم، فکر میکنم من آدم مؤدبم. راست من خیلی آدم مؤدبم نیستم و فکر میکنم مثلا لزومی هم نداره آدم اینقدر مؤدب باشه. بالاخره ادبیات محاوره ما اینه دیگه و منم که مستثنا نیستم، خیلی هم آدم بی تربیتی نیستم، ولی من بی تربیت کولم به نظر خودم، یعنی فوشم که میدم با نمک. حالا اخیرا مثلا شاید شما در لایو من اومدین، قدیم نمیدونم، ولی اینجوری نیستش که من الان تغییر خاصی رفتارم کرده باشه. راستشو بهتون بگم، دوست دختر داری؟ نه ندارم، دوست دختر ندارم. الان در حال حاضر قصدی هم برای گرفتن یک دوست دختر ثابت ندارم.
وارد رابطه مثلا تعهد آور فعلا نمیخوام بشم، قصدشو ندارم، ولی اشارم شدم ولی قصدشو فعلا ندارم، و میخوام یه حال کنم، بچرخم، آدمای مختلفو دیت بکنم، پارتنرهای مختلف داشته باشم، زندگی برگردم به زندگی قبلم، میدونی فعلا تا حالا دوباره اگر یک شخصی رو ببینم و احساس بکنم که با این آدم میخوام مثلا بیشتر باشم یا فقط اکسکلوسیولی با اون باشم و اینا، ممکنه پیش بیاد، ولی در حال حاضر قصدشو ندارم. پیکی از کی مسیر فکریت از خانواده جدا شد و چه جوری شروع کردی که به این ابراز تفاوت ها فکر کردی؟ راست شو بهت بگم، من از خیلی 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 بچگی بسیاری از مبانی فکریم با خانواده هم هماهنگ نبود. اونا میدونستن، همیشه اصلا توی اطرافیان و فامیل و اینا هم همیشه صحبت ازش بود دیگه، میگفتن این پسر خیلی شیطون، نمیپسندیدم دیگه. من کلا آدم خیلی دوست ندارم، آدم یعنی این نحوه زندگی سنتی و اینا رو که مثلا ما در ایران در پیش گرفتیم و داشتیم دوست نداشتم از بچگی. از بچگی عاشق لختی بودم، از بچگی عاشق کروات و پاپیون بودم، از بچگی عاشق پولک و رنگ و وارنگ و دامن کوتاه و پای لخت و نمیدونم موی بلند آقایون و کل، از بچگی دوست داشتم. یعنی این مدل خونه آخوندی و اینا اصلا با هم هماهنگ نبود. از ریش آقایون، ریش بلند و اینا خیلی خوشم نمی اومد، نمیدونم چرا. بقیه از خونه آدم اینجوری نبودن، ولی اینا همه چیز ظاهریه. بعدن که بزرگ شدم بالاخره تاثیر، یعنی چی میگن، تأثیرات تربیتی خانواده در من هم پدیدار شد. ولی که وقتی تنها شدم، وقتی خارج رفتم، وقتی خودم با خودم بودم و فکر کردم، دنیا رو از دریچه خودم نگاه کردم دیگه، به یک سری نتایج جدیدی رسیدم. و بعدم تو همون خانواده من همیشه اینجوری بزرگ شده بودم که در هر حال همیشه نظرت رو بگو، حالا هر چی میخواد باشه باشه. راحت نظرم گفتم، مخالفتم زیاد شنیدم، راحتم نبود اتفاقا، کلی جنگ و دعوا اینا داشتیم همیشه داخلی، ولی بالاخره دیگه این من بودم، اون اونا بودن دیگه، با هم کنار اومدیم. برای اینکه روابط خانوادگی اون خیلی به هم نخوره، با هم کنار اومدیم. ولی یه جورایی هم خانواده همش من دک میکردن که نباشم دیگه، یعنی استقبال میکردن از اینکه من ایران نباشم، که خب این کانتکت کمتر برخورد، یعنی به وجود بیاد. این شانس من بود. اگر قول چراغ جادو داشتی و میتونستی سه تا آرزو بکنی چه میکردی؟ اوف، این اولیش که کاملا واضح و مشخصه دیگه، پول. اولیش پول، یعنی بسیاری از آرزوهایی که ما داریم اگه پول داشتیم حل بود. خیلی از آرزوهایی که ما داریم اگه پول داشتیم حل بود. ببین مثلا خیلی بچه ها، خیلی میدونین دیگه، متوجه میشین چی میگم دیگه. اگر خیلی از آرزوهایی که ما داشتیم، اگر فاند به اندازه کافی داشتیم، دیگه آرزو نبود، انجامشون میدادیم. اینه که قطعاً یکیش پول زیاد بود، پول بند. حالا پول زیادم مثلا من کلا دوست ندارم مثلا 10 میلیارد دلار داشته باشم، برای اینکه نمیدونم باش چیکار بکنم و بعد متعاقباً مشکلات خاص خودش همراهش میاد. ولی کن پول داشتم، یکیش پول بود، یکیش سلامتی خودم و اطرافیان بود. حالا اگه یه دونه آرزو باشه بشه توی آرزو چیز کرد، اون یکیش هم نمیدونم، سلامتی باشه، پول باشه، هر چی دیگه میخوای خودت میسازی دیگه. یه بچه که بودم جور اولی که آرزوی اول این که آقا هر چی آرزو دارم برآورده کن و بعد دیگه میگفتیم برو پی کارت. ولی کن تاکتون با نگین چی شد؟ آقا نشد دیگه، نشد دیگه، دیگه نگین رفت و دیگه نرسیدیم هم یه پیکی تاک بذاریم. حالا شاید یه زمانی یه جایی یه پیکی تاک با نگین بذارم، ولی اون پیکیتاکی که قرار بود با هم بذاریم نشد. از زمانم که برگشتم هنوز برنامه بر پیکیتاک جدید ندارم. درآمد بلاگری مثل شما چقدره؟ هیچ وقت شده خسته بشین ازش ولی مجبور باشین ادامه بدین، یا هیچ وقت اعتیاد آور بوده براتون؟ و 100 تا سوال توی سوال شد. والا درآمد بلاگری مثل من نمیدونم، خب من که از بلاگری مثلا، من که کلا اصلا سالهاست که تبلیغ به اون صورت نکردم. اخیرا الان گفتم آقا اگه کسی تبلیغ میخواد براتون انجام میدم. اصلا تو فاز تبلیغ نبودم، قبلا بودم. از مثلا تو 4 سال اخیر مثلا من شاید 5 بار 6 بار تبلیغ کردم کلا.
ولی نمیدونم ولو چی بگم. خب بلاگرها زندگیشون متفاوته، هر کی یه جور، بعضیا سالی 2 میلیارد، یا ماهی 2 میلیارد درآمد دادن، بعضیا مثلا درآمد ازش ندارن، بسیار بسیار متغیره. آیا خسته شدم ازش؟ نه، چرا خسته شدم؟ کلا زندگی همین، من از هیچ چیز دیگه خسته نمیشم، همینه دیگه، زندگی اینجوریه. یعنی اولا اینکه کلا اینفلوئنسر بودن چیز بدی نیست، خیلی هم باحاله، خیلی هم خوبه، من که خیلی باش حال میکنم. این فرصتی که من دارم با این همه آدم در ارتباط باشم که بی‌نظیره برام، خیلی هم باش حال میکنم و قدردانم. بالاخره حالا این موضوعات که فوش میخورم، بله زیر ذره بین در بسیار از موارد هستم، پشت سرم حرف میره میاد، اینا هم که جزء بشه دیگه، ولی خب تیک فور تک، این به ازای اون اعتیاد آور. نمیدونم به چی باید اعتیاد داشته باشم. نه، اعتیاد آوری نیست، میتونم امروزم دیگه نباشم، اتفاق آنچنانی نمیفته تو زندگی. Are you the Batman؟ برام نوشته. No, I'm not. I'm Picasso. چطور میتونی بارها زندگی تو از صفر شروع کنی پیکی؟ واقعا اراده و جرأت میخواد. راستش بهت بگم، این اتفاقی که برای من زیاد افتاده، ولی من همیشه فکر میکردم که من آدمم که از صفر دوباره شروع میکنم. یعنی من آدمم فکر میکردم چون بارها و بارها من زندگیم رو تا یک مرحله بردم، پیش بردم و بعد رفتم سراغ یک چپتر دیگه ای که اصلا انقدر با زندگی قبلی متفاوت بوده که انگار از اول دارم شروع میکنم، یا اینکه خیلی وقتا خوردم به مثلا به بنبست و دوباره همه رو از اول شروع کردم. ولی این شکلی نیستش که مثلا همه رو از صفر 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 دوباره شروع بکنی دیگه، به خاطر اینکه من همون آدمم هم که اون راه های رفته گذشتم رو در نوریدم و تجربه کردم و دانسته هایی از اون دارم دیگه. اینه که خب این باعث میشه که من چیز شم، این باعث میشه که من آدم با تجربه ای باشم. یعنی اون آدم قبلی نیستم، صفر صفرم نیستم، تجربه شکست های قبلی و زندگی های قبلی رو همراه خودم دارم که این خب کمک میکنه خیلی دیگه. میدونی چی میگم؟ این بچه نیستم که از اول دوباره به دنیا بیام، از اول راه رفتن رو بیاموزم، از اول حرف زدن رو بیاموزم. ولی راستش رو بگم مدام این اتفاق برام میفته دیگه. من همین الان دیگه دوباره مثلا این اتفاقی که برای من درست کردن، همه شرکای من تقریبا در ما مالیدن. یعنی من حتی باشگاه پاد رو هم از دست دادم متاسفانه. من آخرین پیگیری که کردم مثلا خیلی شیک برای من یه نامه‌ای دادن که شما به ما 1 میلیارد خورده ای هم بدهکاری، ولی حالا نگرانش نباشید. یعنی نمیدونم واقعا باید چی بگم. یعنی این اتفاقیه که در نهایت میفته یا افتاده، ولی اشکال نداره، حالا دوباره از اول دارم تلاش میکنم، دارم تلاش هم میکنم دیگه. حالا یا میتونم یا نمیتونم که فکر میکنم و مطمئنم که میتونم، دارم تلاش میکنم دیگه، دارم کار میکنم و یک زندگی جدید دارم، یک داستان جدید برای خودم درست میکنم. کارشم نمیشه کرد. یعنی اگر بمونی سر جاده حرکت نکنی، خب میخوای چی کنی؟ چی بگم واقعا؟ یکی دو نفرم پرسیدن که نظرم راجع به مهاجرت به کانادا چیه و اینکه آیا مثلا فکری در رابطه‌اش دارم یا نه. راست شد بگم ندارم. کانادا برای من به نظرم همیشه میاد که خیلی سرده، ولی از اونجایی که هیچ وقت هم نرفتم، امسال تصمیم دارم یه سر برم کانادا. تو سرما میخوام برم، نه تو گرما که از طرف شکلاتی ببینمش. کانادا میخوام برم ببینم چه جوریه داستان، اینقدر ازش تعریف میکنم، برم ببینم. قصد مهاجرت ندارم، ولی که من کلا آدمی نیستم که بگن هرگز یا مثلا هیچ وقت اینو، نه، شاید خوب باشه، شاید باحال باشه، نمیدونم. قصد خاصی یعنی فعلا که نداشتم، حالا میرم ببینم که چه جوریه دیگه. اگر دوست داشتم چیکاره بشم که نشدم، دوست داشتم هنر پیشه بشم. راستش بهتون بگم فرصت چه میگه دو مرتبه پیش اومد، ولی کن به خاطر شرایط خانوادگی و اون سالا و اینا نشد، ولی نشد دیگه، نشدم. اولش رفتم ورزشکار شدم، ورزشکار حرفه‌ای. دوست داشتم تو کار انترتینمنت باشم دیگه، شاید نزدیکترین بهش بود بعد از این. یعنی میتونستم برم یه جایی توی رینگی مثلا برای یه مدتی یه پرفورمنسی انجام بدم که یه جمعیت نسبتا زیادی منو ببینن. الان
بازم دوباره کاری که انجام میدم الان در حال حاضر به اون مربوطه دیگه. کلا روی صحنه بودن، عاشق روی صحنه بودن بودم. این سوال همه تکرار میشه که ممکنه دوباره مثلا به زندگی سابقت برگردی؟ راسته من که هیچ وقت تو زندگیم هیچ وقت نگفتم هرگز، ولی قصدی هم برای این کار ندارم، دلیلی هم ندارم. ولی حالا آینده آیا واقعا چه داستانی به همراه بیاره؟ خیلی بعید میدونم، خیلی بعید میدونم. ولی کی میدونه؟ ما حتی فردا نمیدونیم که زنده ایم یا مرده ایم، چه اتفاق میفته. اینی که Who knows؟ اگر زن بودم با مرد ایرانی ازدواج میکردم؟ ولی اصلا اگه زن بودم من، اگر براستش من خیلی فکر کردم اگر زن بودم چی میشد. حالا با توجه به روحیات الانم فکر کنم اگر زن می بودم که حتما لزبیان میشدم، حتما لزبیان میشدم. ولی خب شاید همیشه فکر میکنم به این موضوع که این رو میگم به خاطر اینکه من الان از نگاه یک مرد دیگر جنسگرا این رو میگم، ولی من اگه زن میشدم بازم فکر میکنم که انقدر از خانم خوشم میاد که باز لزبیان میشدم. ولی حالا اینکه مثلا ازدواج میخواستم اگه بکنم یا پارتنری بگیرم و یه پارتنر ایرانی میگرفتم یا نه، چرا که نه، با فرقی نداره. یعنی من خیلی تفاوتی بین فرهنگ ها اونجوری نمیبینم. آدم ها با هم مهمن، چون آدم ها لزوما نباید خیلی شبیه اون فرهنگی باشن که ازش اومدن، میتونن آدم خودشون باشن، میدونی؟ میتونن اخلاقیات خوب شما رو بگیرن، چهار تا اخلاق خوب داشته باشن که شما از اونها بگیری. اگر آدم فلکسیبلی باشه مهم نیست که مال کجاست. ایرانی مگه من خودم ایرانی نیستم؟ مگه من چمه؟ تو چرا اینقدر جذابی پسر؟ چاکریم. به خدا کاری که از دستم برمیاد چی بگم؟ از این سوالا زیاد بپرسین دفعه بعد. تعریفتون از عشق چیه؟ آیا واقعیه؟ آیا احساس برگرفته از هورمونه؟ این که سوال آخرش که خیلی تخصصی بود. راستشو بهت بگم تعریف من از عشق چیه؟ من فکر میکنم که عشق یک لوپه، یه ذره بینه، یک ذره بینه که به واسطه اون ذره بین هر کاری که میکنی از حالت عادی بیشتر به چشمت میاد. یعنی خوشیهاش از خوشیهات در حالت عادی بهتره، غمش از غم در حالت عادی بهتره، کیف کردن و لذت بردنت بیشتره، کاستی وقتی به وجود بیاد بیشتر اذیت میکنه. در هر حال همیشه من فکر میکردم و همیشه گفتم به نظر خودم که عشق یه ذره بینه، همون زندگی ساده و روتینی که داری رو یک ذره بین دستت میدن و از اون به بعد دیگه همه چیز مگنیفاید میشه، چند برابر بزرگ میشه. خوبش خیلی خوبه، حالش خیلی باحاله، بعدیش هم خیلی تخمیه. حالا آیا موضوعات هورمونی درش تاثیر داره یا نه، میتونه داشته باشه، شاید هم نه، I have no idea. ولی در نهایت عشق همونه که براتون گفتم به نظر من. بگی جون شده بغض کنی از تنها بودن؟ میدونم از قبل عادت داری ولی سالها تنها نبودی. راستشو بهت بگم قبلا از تنها بودن هم بغض کردم، خیلی وقت پیش قبل از آشنایی با شبنم هم گریه کردم. کلا تنهایی محسنات خودش رو داره، ولی کن خب نکات منفیش رو هم داره. تنهایی باعث ناراحتیه، آدم دلش تنگ میشه، میدونی، چیزی نداشته باشه با کسی، مثلا کسی رو نداشته باشه که چیزی رو باهاش به اشتراک بذاره. اینا تنهایی راحت نیست، که البته با دیگران بودنم خیلی راحت نیست، زندگی همینه دیگه. تنهایی مزایای خودش رو داره، نکات منفی خودش رو هم داره. الان اخیرا که خب من تازه تنها شدم، راستش بهت بگم خیلی ناراحت نیستم، اگرچه مثلا حالا اون وقتایی هم که تنهایی کف میکنم دیگه، مثلا بچه‌ها که مثلا میرن یا دلم براشون تنگ میشه جای خالیشون احساس میکنم و اینا، ولی هنوز اونقدر طولانی نشده که به اون حالا برسم. و بعدم این که الان سوشال میدیا باعث میشه که دیگه آدم خیلی تنها نباشه، نمیتونی با آدم‌ها در ارتباط باشی مدام. یه تلفن رو برمی‌داری، الان راوی رفته تایلند، تلفن رو برمی‌دارم، به هر جای قشنگی میرسن با من ویدیو کال میکنن، همدیگر میبینیم، اونجا رو نشونم میدن، با خانواده، با دوستا، با همه آدم ها. یعنی دلتنگی الان خیلی امکانش کمتر شده، میدونی؟ و اگر از درون خوشحال باشی تو تنهایی هم خوشحالی دیگه.
آدمایی که احتمالاً از دلتنگی خیلی ناراحت میشن چون از درون از یک نکته‌ای ناراحتن. قبلا که من اینجوری بودم. آیا دوست داشتی زن بودی؟ به اینم خیلی فکر کردم یه زمانی. راستشو بهتون بگم من خیلی 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 دوست داشتم که سکس رو از زاویه یک زن تجربه کنم. نه اینکه حالا خیلی به من رو علاقه زیادی ندارم، ولی و گفتم اگه من زن میشدم حتما لزبیان میشدم، ولی حتما با یه آقا امتحان میکردم ببینم چه جوریه. ولی به غیر از این، یعنی به غیر از قسمت سکشوالش که همیشه فکر میکردم که شاید با نمک باشه، شاید با حال باشه، چون همیشه به نظرم میاد که خانم‌ها تو سکس بیشتر حال میکنن تا آقایون. نمیدونم چرا این اصول دارم، ولی همیشه اینطوری به نظرم میومده. به غیر از اون راستش بگم نه، یعنی هر جور نگاه میکنم میبینم که این دنیا انقدر برای خانم‌ها به نظر من دیسادوانتیج داره، برای آقایون هم داره، ولی اون مدل دیسادوانتیج هایی که برای خانم‌ها داره رو من نمیپسندم. اون دیسادوانتیج هایی که برای آقایون هست، اون نکات منفی رو، آمادگی پذیراییش رو دارم. اینه که نه، دوست نداشتم زن باشم، مگر اینکه میگم میتونستم فقط اون داستان رو امتحان کنم ببینم چه شکلیه از روی کنجکاوی. بزرگترین حسرت زندگی چیه؟ البته اگه به حریم شخصیتون تعرض نمیشه. حسرت ندارم، هیچ وقت نداشتم، کلن من حسرت نمیخورم. خیلی چیزها رو نداشتم که خب نداشتم دیگه، حسرت خوردنم نداره. یعنی حالا من اینجوریم، حسرت در زندگیم ندارم. ای کاش خیلی چیزها رو داشتم که ندارم، ولی که به عنوان حسرت بهش نگاه نمیکنم. میتونستم اگر 2 متر بودم، میدونیم مثلا تو ورزشی که میکردم کجاها بودم، مثلا چقدر مهم، چقدر جلوتر بودم شاید، ولی خب نبودم و حسرتشم نداشتم. با همین قدم همون کاری که تونستم میکردم. اگه خیلی پول داشتم میدونستی چی کارم تونستم بکنم. اگه خیلی خوشگلتر بودم میدونستی چی کارم تونستم بکنم. اگه خیلی با سواد بودم میتونستم چی کار کنم. ولی که نه، با همون با امکاناتی که داشتم همشه زندگی کردم و راضیم بودم و حسرتم اصلا ندارم. نه. خب آقا میگم که دیگه بذارینش برای همینجا. فکر نمیم الان چقدرم طولانی شد و چند تا از این سوالایی که جواب دادم رو براتون میذارم. فکرم شاید طولانی شده باشه، ولی اگر باحال بود، اگر چیز خوبی از آب در اومد، دوباره با هم از این Q&A ها میذاریم و دیگه من در خدمتتون هستم. دمتون گرم آقا، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. اگر دوست داشتین حتما چیز بکنید، کانال منو سابسکرایب بکنین، اون دکمه زنگولش هم بزنین. و خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم، مرسی که اینجایین. بوس به کله همتون.